شماری از علمای دینی افغانستان غرض اشتراک در کنفرانسی که با مسلمانان امریکایی در مورد همدیگر پذیری دایر می شود به ایالات متحده ای امریکا آمدند. یکی از آنها مولوی قاری سیف الدین سعادت، معاون شورای علما و عضو شورای صلح ولایت سمنگانند که در عین حال مسئولیت برنامه دسترسی زنان به عدالت در شمال افغانستان را نیز بر عهده دارد. مولوی صاحب سعادت امروز مهمان ما هستند که برایشان خیر مقدم می گوییم. مولوی صاحب خوش آمدین به برنامه ما و سفرتان بخیر باشه. خب اول از حقوق زنها در شمال افغانستان آغاز بکنیم. شما من حیث کسی که مسئولیت برنامه دسترسی زنان به عدالت را در شمال افغانستان بر عهده دارین، تا حال در عرصه تامین عدالت برای زنان در شمال افغانستان چه کارهایی انجام دادین؟ کارهای عمده تا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست مراتب تسلیت خدا به مناسبت در گذشت مارشال افغانستان بر تمام ملت افغانستان تقدیم میکنم. از اینکه در جنازه شان حضور نداشتم بسیار متاسف هستم. در قسمت سوال شما عرض بکنم که پروگرام دسترسی زنان به عدالت که در شمال افغانستان را اندازی شده و همچنان شمال شرق افغانستان، ما مجموعه از علمای افغانستان که در شمال افغانستان است و همچنان در شمال شرقش تلاش میکنیم که موضوع حقوق زن باید جدی گرفته شود. متاسفانه در 10 سال گذشته تقریبا وضعیت علما یا نقش علما را چندان جامعه جهانی و نهادهایی که در داخل افغانستان بود چندان مد نظر نگرفت. یک استکاک و یک اختلاف در میان جامعه مدنی و علما رونما شد که باعث این مسئله متوجه شدن. فعلا یک مقدار خوب شده. از خاطر ما از 3 سال به این طرف میشه که پروگرام دسترسی زنان به عدالت که اجرا کننده های برنامه علما هستند و خطبای مساجد هستند. 16 رساله را که ما به نام های رساله نامزدی و ازدواج، حقوق سیاسی و اقتصادی، میراث، حق ازانت الهلال، ازدواج که از منابع دینی گرفته شده و را توسط علما از طریق خطبه های نماز جمعه، روزای جمعه تبلیغ میکنه که تقریبا به هزارها نفر هر جمعه از محتوای از این رساله ها مستفید میشه. جناب مولوی صاحب، یک گپی که همیشه در آسان میگرده است که مردم افغانستان در عقاید مذهبی خود بسیار پابند هستند، بسیار محکم هستند، ولی از جانب دیگه خشونت در مقابل زنها هم در افغانستان بیشتر و بیشتر دیده میشه. در این مورد چرا مردم افغانستان ارشادات اسلامی را بیشتر مد نظر نمیگیرند؟ شما بهتر میفهمید که پدیده های اجتماعی نمیتونه که در پشتش یک عامل داشته باشه. افغانستان یکی از کشورهایش که متاسفانه چهره بسیار خشین در قسمت حقوق زنها داره. هر روز مطبوعات خشونت های علیه زنها را انعکاس میتن. یک عاملش که همی نادانی است که مردم نمیفهمه. واقعا با وجودی که مردم مذهبی هستن، اکثریت مردم و مخصوصا کسایی که در ولسوالی ها زندگی میکنه به دانش اصلی و نابه که دین اسلام برای ما روان کرده دسترسی ندارن. مردم هستن به مسائل دینی از او خاطر میتونه که این نقش داشته باشد. قسمت خشونت و حاکمیت انانات مردم در تار و پودی ساختار جامعه فرهنگی ما آمده که باید دختر نسل دوم باشه و پسر نسل اول باشه که یک عمر در خانواده چنین وقتی که زندگی میکنه این تاثیر به سزای خود میگذاره. شما از رسم و انانات و فرهنگ گفتین. شما که به ایالات متحده آمریکا تشریف آوردین، اینجا با سفرتان به آمریکا و دیدن مسلمانان آمریکایی چی درک براتون دست داد؟ چی برداشت کردین؟ از 4-5 روزی که ما به این طرف میشه واردی با واشنگتن دی سی آمدیم با جمع مال سایبایی که حضور دارن و از نهادهای قضایی افغانستان با ما هستن، با برخی نهادهایی که مسلمان ها رهبری از را داره به عهده دارن دید و بازدید کردیم، ملاقات هایی داشتیم از اوزای مسلمان ها که در امریکا زندگی میکنن و شناخت حاصل شده این قسمت که مسلمان ها با چی و زندگی میکنن، چقدر آزادی دارن و چقدر محدودیت ها دارن که خوشبختانه وضعیت مسلمان ها در اینجا بسیار خوب بودن. خیلی موضوعات های دیگر ما مطرح کردیم که نقش سیاست های خارجی امریکا در کشورهای اسلامی به سر از این بحث و تبادل نظر شد و سر از این بحث کردیم که چرا به اصطلاح در امریکا به آزادی هم هست که مثلا وقتی که قرآن عظیم شان در میتن خیلی کشورهای اسلامی در برابر از عکس العمل نشان میده، حکومت امریکا و مردم امریکا باید در برابر از عکس العمل داشته باشه. از این قسمت موضوعات ها خیلی بحث و تبادل نظر کردیم. برای وقت برنامه کم است، اگر مختصرا راجع به کنفرانس همدیگر پذیری یکم روشنی بندازیم. شما در این کنفرانس شرکت میکنین طوری که قبلا گفتیم. خود پدیده همدیگر پذیری در افغانستان چقدر مهم پنداشته میشه، خصوصا در افغانستانی که پیروای مذاهب مختلف در زندگی داره؟ همدیگر پذیری و یا تسامو که هر کدام طبقه یا هر قشر باید یکدیگرش بپذیره در افغانستان که از موضوعات مهم است و اساسا اصول دینی هم همیست که باید همگی یکدیگر بپذیرن و مخصوصا که در جامعه اسلامی زندگی میکنن. تنوع
قرائت ها در داخل دینی یک امر پذیرفته شدنی است. افغانستان هم یکی از عامل بدبختیش در طول سالها که بوده یک دیگرشان نپذیرفتند. از اون خاطر ما در کنفرانسی که قرار است در شهر شیکاگو و بعض شهرهای دیگه امریکا برگزار شود و مخصوصا با علمای مسلمانای از امریکا ما دید و بازدید میکنیم، سر پیرامون همدیگر پذیری و یا تسامح دینی بحث خواهیم کرد. امیدوار هستم که یک تجربه خوبی باشه بر افغانستان وقتی که بازگشت میکنیم. باز ان شاء الله شریک میسازیم با سفر خوشی داشته باشین، سفر زنده باشین. تشکر از اینکه دعوت کردین. زنده باشین. مهربان هستین.